توران پور احمد خواهر کیومرث پور رحمت، کارگردان و فیلمساز ایرانی که سال گذشته درگذشت در, در اظهار نظری زیر روایت سپهر رکویی از زندانیان اعتراضات سراسری 1401 که از نحوه کشته شدن حمیدرضا روحی سخن گفته نوشت عزیز دلم برادر من پایش به جایی گیر نکرد ولی اول شکنجه‌اش کردند و بعد جسد بی جان او را به دار آویختند سپهر رکویی در یادداشتی برای خانه سینما با اشاره به روایت دوست حمیدرضا روحی از جانباختگان اعتراضات سراسری 1401 از نحوه کشته شدن او نوشت حمیدرضا پایش به جوی آب گیر کرده و افتاده بود سپس مأموران به سمتش هجوم آورده بودند سال گذشته انتشار تصویری از بدار آویخته شدن کیومرس پور رحمت در میان رسانه های ایران خبرساز شد برخی منابع حکومتی علت باختن این کارگردان ایرانی را خودکشی اعلام کرده بودند کیومرث پور در کتاب همه ما شریک جرم هستیم علیه انقلاب 57 و حاکمان نظام جمهوری اسلامی انتقاد و برخی چهره های سیاسی ایران پهلوی شامل رو پارسا و امیر عباس را ستایش کرد او در سال 1396 با حضور در برنامه 35 صدا و سیما را رسانه ملی خواند و در فروردین 99 در مصاحبه با رادیو فردا خواستار آزادی شدن زندانیان سیاسی از جمله زندانیان محیط زیستی شد پس از مرگش کانون کارگردانان در بیانیه‌ای گفت کیومرس پوراحمد کارگردانی اسیانگر بود نه افسرده معترض بود نه ناامید و بیش از خیش نگران آینده سینمای ایران بود دویچوله مرگ وی را مشکوک دانست پگاه پوراحمد دختر کیومرث پوراحمد نیست، درباره مرگ پدرش ابراز تردید کرد مراسم تشییع جنازه پور در هجده فروردین سال 1402 در قطعه هنرمندان بهشت زهرای تهران برگزار شد. در این مراسم کتایون ریاهی، گلاب آدینه و فاطمه معتمداریا سه بازیگر سرشناس بدون داشتن حجاب اجباری شرکت کردند. باربود گلشیری هنرمند و فرزند هوشنگ گلشیری در واکنش به درگذشت کیرومرس پور گفت این روزها بسیار جوانها را کشتند و گفتند از بلندی افتاده است. کم هم نبوده است از این دست تصادفها. احمد تفضلی را به حیلت کسب تصادف حذف کردند علت مرگ شمس الدین امیرعلایی وزیر مصدق نیست که مانند پور احمد ولایت فقیه را نقد کرده بود تصادف اعلام شد اما دلیل حقیقی مرگ تزریق بود مانند مجید شریف و احمد میرعلایی بعد از قتل داریوش مهرجویی تئوریهایی از سوی برخی مطرح شد که این جنایت برایشان یادآور قتلهای زنجیره ایران است در همین راستا شاهزاده رضا پهلوی ولیعهد ایران در پیامی بیان داشت قتل داریوش مهرجویی و وحیده محمدی فر همسرش ماها پس از مرگ مشکوک دیگر کارگردان شناخته شده سینمای ایران کیومرث پوراحمد برای بسیاری از ایرانیان نشانه هایی از قتل های حکومتی را در خود دارد اگر این پست رو دوست داشتید لایک کنید و کانال ما در یوتیوب رو سابسکرایب کنید